درود، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر امشب جمعه 27 جدی سال 1398 هجری خورشیدی که برابر می شود با 17 جنوری 2020 میلادی. سرخط خبرها. گفتگوی آمریکا و طالبان روی چگونگی امضای توافقنامه صلح. یک هفته بعدش مذاکرات بین جمهوری اسلامی و دولت و این مجموعه که نظام قبول داره و تایید. نیازمندی افغانستان به کمک های جامعه جهانی پس از توافقنامه صلح. من احساس میکنم این بار هرچند توافق صلح موفقانه به دست بیاید، چالش ها هنوز باقی خواهند ماند. بنابراین ایالات متحده و شرکایش باید خروج مسئولانه داشته باشند. ثبت 2200 شکایت از نحوه کار کمیسیون شکایت ها. سوگند سناتوران آمریکایی بر صداقت در استیضاح دونالد ترامپ. و افزایش نگرانی مردم از بلند رفتن قیمت گاز. خوش آمدید. گفتگو میان نمایندگان آمریکا و طالبان در مورد امضای توافقنامه صلح و مراسم تشریفات آن در قطر جریان دارد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر میگوید گفتگو میان نمایندگان دو طرف از دیروز به این سو آغاز شده و تا چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. همزمان با این ارگ میگوید مردم افغانستان از طرحی که در آن آتش بس مطرح شود استقبال میکنند. علی اصغری. به نظر میرسد گره کور جنگ میان طالبان و آمریکا در حال باز شدن است. دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرده که زلمه خلیزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و ملابرادر فرد شماره دو این گروه روی امضای توافقنامه صلح نزدیک شدند. سهیل شاهین سخنگوی طالبان توییت کرده که ملا عبدالغنی برادر در نشسته با زلمه خلیزاد رئیس هیئت مذاکره کننده دولت آمریکا روی چگونگی و زمان توافقنامه صلح بحث کردند. اعلان توافق رسما اول است، بعد از او یک هفته بعدش مذاکرات بین جمهوری اسلامی و دولت و این مجموعه که این نظام قبول داره و طالب در اسلو شروع میشه. سخنگوی ریاست جمهوری در توییت میگوید دولت و مردم افغانستان از هر طرح صلح که در آن آتش بس به حیث یک قدم اساسی مطرح شود استقبال میکنند. صلح پایدار و باعزت برای دولت، مردم و متحدان بین المللی افغانستان اولویت اساسی است و تنها راهی رسیدن به آن تامین آتش بس است. این دیپلمات افغان بیش از 3 سال سفیر افغانستان در اسلو بود. ناروی مانند شمار از کشورهای متحد به افغانستان میخواهد مسئولیت میزبانی مذاکرات میان افغانی را زیر نظر آمریکا داشته باشد. اما بارکزی میگوید برای آغاز مذاکرات میان افغانان بیشتر از هر چیز دیگر به اجماع سیاسی در کشور نیاز است. در داخل افغانستان نیاز به اجماع سیاسی بین تمام رهبرای سیاسی افغانستان در پروسه صلح افغانستان است. ما باید از اختلافات کوچک خود بگذریم و پروسه صلح باعث یک پروسه ملی مردم افغانستان مطرح کنیم. منابع نزدیک به طالبان میگن تا زمانی که آمریکا و طالبان به توافق نهایی دست پیدا نکنند و آتش بس از سوی دولت افغانستان اعلام نشود، آغاز مذاکرات میان افغانی کمی دور به نظر می رسد. وزیر خارجه پاکستان هشدار می دهد در صورت خروج شتاب زده نیروهای بین المللی ممکن اشتباه دهه 80 تکرار شود. شاه محمود قریشی تاکید می ورزد که باید آمادگی ها برای چالش هایی که ممکن پس از توافق صلح به میان آید گرفته شود. آقای قریشی همچنان می افزاید که افغانستان پس از رسیدن به صلح هم نیازمند کمک های جامعه جهانی خواهد بود. روحی دندشمند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در گفتگویی در انستیتوت مطالعات راهبردی آمریکا از ایالات متحده و دیگر کشورها می‌خواهد که در صورت رسیدن به توافق صلح باید به حمایت و کمک‌هایشان از افغانستان ادامه دهند. آقای قریشی می‌گوید که این کشور نقشش را در روند گفتگوهای صلح افغانستان بازی کرده و از دیگر کشورهای منطقه نیز خواهان حمایت از این روند است. وی در عین حال هشدار می‌دهد که خروج عجولانه نیروهای بین المللی از افغانستان ممکن تکرار اشتباه سال 1980 باشد.
من احساس میکنم این بار هرچند توافق صلح موفقانه به دست بیاید، چالش ها هنوز باقی خواهند ماند. بناً ایالات متحده و شرکایش باید خروج مسئولانه داشته باشند. این به نفع هیچ کس نخواهد بود که با خروج عجولانه نیروهای بین المللی اشتباه سال 1980 تکرار شود. با باور وزیر خارجه پاکستان، حمایت از روند گفتگوهای صلح افغانستان وظیفه مشترک کشورهای همسایه است و افغانستان حتی پس از رسیدن به توافق صلح بیشتر به حمایت‌های جامعه جهانی نیازمند خواهد بود. ما باید به یاد داشته باشیم که صلح در افغانستان یک مسئولیت مشترک است. پاکستان نقشش را بازی می‌کند و اما به تنهایی تمام چیزهایی که نیاز است را انجام داده نمی‌تواند. جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید نقششان را بازی کنند. شماری از پژوهشگران سیاسی هم در انستیتوت هودسن تاکید بر از میان برداشتن لانه های امن طالبان دارند. اساساً طالبان یک گروه شورشی است که از خارج حمایه می شوند و اگر در آغاز نیروهای آمریکایی و ناتو تمرکز روی از بین بردن پناهگاه امن آنها می شد، حال اینقدر دوام نمی آوردند. این بسیار مهم است که روند صلح یا هرچی که شما آن را نام می‌گذارید بر بنیاد فرضیه‌های طرح‌ریزی شده است که به شکل فراگیر قابل قبول همه مردم افغانستان نیست. پیش از این اسوسییتد پرس گزارش داده بود که دفتر سیاسی طالبان در قطر طرح آتش بس 7 تا 10 روز را به زلمه خلیلزاد سپرده است، طرحی که بر بنیاد آن خلای 10 روز آمریکا توافقنامه صلح را امضا کند تا زمینه خروج نیروهای خارجی از افغانستان مساعد شود. نزدیک به 2200 اعتراض در برابر فیصله های کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی ثبت شده. کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی میگوید دسته های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله روی فیصله هایی که به سودشان نبوده اعتراض کردند. قرار است فردا روند ثبت اعتراض های استنافی پایان یابد. 15 روز دیگر تا سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری. کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی پس از بررسی شکایت ها فیصله های خود را اعلام کردند، اما در 30 روز استناف خواهی دسته های انتخاباتی دست کم 2200 اعتراض را در برابر این فیصله ها ثبت کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی کردند. اعتراض های در برابر فیصله های کمیسیون بیشتر در ولایت های ننگرهار، لغمان، کابل و پکتیا. در حدود 2200 اعتراض بالای فیصله های کمیسیون ولایتی ما تا بالی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت گردیده. دو تیکت انتخاباتی که ثبات و همگرایی و دولت ساز است در ولایت که فیصله به نفعشان نیست به ضررشان است اعتراض صورت گرفته. قرار است تا شنبه روند ثبت اعتراض های استنافی در کمیسیون شکایات پایان یابد و کمیسیون به مرحله تازه یعنی رسیدگی به اعتراض ها و گرفتن فیصله نهایی در برابر انتخابات برود. یک بخش اعتراض ها روی ابطال آرای محل هایی که از سوی کمیسیون شکایات باطل شدند صورت گرفتند. با توجه به عمل کردی چند مدت از یا من زیاد یقین ندارم که بیتونم به وقتش به این شکایت ها رسیدگی کنم. روند بازشماری هم تا جایی به چالش کشیده شده است، چرا که کمیسیون های ولایتی شکایات دست کم 5300 محل رایدهی را به بازشماری برده بودند، اما حالا که روی برخی محل های قابل بازشماری اعتراض شده باید بررسی دوباره صورت گیرد. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی اما قرار است هفته پیش رو فهرست تنها محل های را به کمیسیون انتخابات برای بازشماری بسپارد که روی آنها اعتراض صورت نگرفته است. بیشتر از 4000 یا 5000 محل که احتمال بازشماری شود اونا همکاری در لازمه نکنند. واضح است که نمیتونه قناعت خاطر همو طرف های شکایت کننده را یا شاید طرف های که شکایت کردن او را حاصل بکنه. تنها 15 روز بر بنیاد قانون فرصت باقی است تا هم هزاران محل رایدهی بازشماری شوند و هم به هزاران اعتراض استنافی که یک حجم سنگین است رسیدگی صورت گیرد. با این وضعیت نهادهای ناظر انتخاباتی زمانگیر شدن کار کمیسیون ها و تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات را بعید نمی دانند. باعث حیات بود که گزارش می داد. در 5 سال حکومت وحدت ملی ارتش به هدف تعیین شده برای تجهیز و نیرومندی دست نیافته است و
وزارت دفاع ملی میپذیرد که هنوز ارتش افغانستان نیازمندی های جدی در بخش نیروی انسانی و سلاح های پیشرفته جنگی دارد. آگاهان نظامی تفاوت در راهبرد های نظامی ناتو و افغانستان را دلیل اصلی عملی نشدن برنامه های نظامی میدانند. شاپور فرهمند. ارتش جوان در چند سال پسین تجربه داغ‌ترین میدان های نبرد را در کارنامه هایشان دارد. هرچند حکومت وحدت ملی 4 سال پیش هدف تعیین کرد که این نیروها را مجهز با جنگ افزارهای پیشرفته می سازد، اما باورها این است که هنوز هم ارتش افغانستان با جنگ افزارهای پیشرفته در بخش زرهدار، توپخانه، کشف و انجینری نیازمندی جدی دارند، چنان که در بخش هوایی نیز تا هنوز حتی یک بال جنگنده بمفگن جیت ندارد. صنف انجینری ما، توپچی ما، کشف ما ای و زویدار ما ای یک کمی مشکل داره، کمی نی که زیاد مشکل داره. ما چیزی که تعیین کردیم به او تابان نرسیم. ناتو در رأس آن آمریکا پشتیبان اصلی نیروهای امنیتی افغانستان است. در سالهای اخیر این پیمان نقش جنگیشان را به حمایت و تجهیز نظامیان افغان تغییر دادند. نقشی که به باور نظامیان پیشین با برنامه‌های حکومت افغانستان ناسازگار بوده است. ما لحاظ اقتصادی مشکل خود داریم. نیروهای امنیتی افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و ناتو تجهیز می‌شوند. این تجهیز در شوکات توانمندی ها و برنامه ریزی های از واست، نه از ما. وزارت دفاع ملی میپذیرد که هنوز ارتش نیازمندی های جدی در بخش های مهم دارد، اما 5 تا 10 سال دیگر را برای خودکفایی و حرفه‌ای شدن ارتش هدف تعیین کرده است. ساختن نیروی هوایی، ساختن اردوی ملی زمانگیر است، اما به اساس پلانایی که ما داریم، پلانای ما موفقانه در حال اجراست و با گذشت هر روز، با گذشت هر سال ما نتیجه خوب از نیروی هوایی افغانستان میگیریم. هم‌اکنون ارتش افغانستان دشوارترین ماموریت ضد هراس افغانی را به پیش میبرند. ماموریت‌های نفذگیر در برابر بیش از 20 گروه مسلح ضد دولت، از جمله طالب و داعش و القاعده. بر بنیاد آمارها در حال حاضر شمار نیروهای ارتش به چیز حدود 235 هزار تن می رسد که بیشتر متکی به حمایت مالی آمریکا هستند. به این بخشم خوش آمدید. نگرانی باشندگان پایتخت از افزایش روزافزون قیمت گاز بیشتر شده است. آنان میگویند که 1 کیلو گاز مایعی به 100 افغانی رسیده. مسئولان وزارت صنعت و تجارت هم میگویند که با شماری از نهادها در تماسند تا قیمت گاز به حالت عادی برگردد. با شمول کابل پس از برباری های سنگین شماری از بزرگراه های برخی ولایت ها بسته شده است. پس از بندش شمار این بزرگراه ها قیمت مواد اولیه به ویژه گاز مایعی افزایش به پیشی نیافت. بان که در برخی مناطق شهر کابل گاز از سوی وزارت صنعت و تجارت توزیع می شود، اما نیازمندی مردم را حل کرده نتوانسته است. بیروبار روز زیاد ده بل جایی که 15 نوی سل رو پیدا دلتا راغلی از سوچور زندل ده رک و دورو را دولت باید دیده غم بخوری. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت می گویند که برای حل این مشکل تلاش های خود را با شماری از نهادهای دیگر آغاز کردند. در این روزها راه هایی که بند بود از اثر برفباری پاک شده و چند هزار تن گاز هم از غرب افغانستان از هرات به سوی کابل حرکت کرده و همچنان بارگیری جریان داره. آگاهان اقتصادی دلیل افزایش گاز را گسترش فعالیت های مافیایی در کشور می دانند. شماری از آنان می گویند که مسئولان برخی از نهادها نیز با مافیا در حالت ساخت و بافتند. اقتصاد مافیایی، انحصار بودن بازار، تفاهم چند فروشنده بزرگ گاز بین هم، کنترل ضعیف حکومت و فسادی که در حکومت احساس میشه، این چند عامل بسیار عمده و کوتاه مدت است که باعث بلند رفتن قیمت‌های مواد سوخت در بازارها میشه. بانک سکتور خصوصی در مورد پایین ساختن قیمت گاز مایع چیزی نمیگویند، اما دلیل افزایش قیمت آن را بسته شدن برخی از بزرگراه‌ها میدانند. بهای ارزها.
یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، یک یورو 85 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 90 پول، 1000 کلدار پاکستانی 483 افغانی و 1000 کلدار هندی 1070 افغانی. به بخش ورزشی هم خوش آمدید. میلی پوشان کرکت زیر 19 سال کشور در نخستین دیدار جام جهانی پنج آوره در برابر آفریقای جنوبی به پیروزی رسیدند. آفریقای جنوبی با به دست آوردن تاس توپ زنی را آغاز کردند و برای افغانستان 130 دوش را هدف تعیین کردند. میلی پوشان کشور در 25 آور و تفاوت 7 وکت به هدف تعیین شده رسیدند. رقابت‌های لیگ زمستانی فوتسال در غرب کابل وارد سومین هفته شد. در نخستین بازی از آغاز هفته سومین رقابت‌ها دو تیم فوتسال جوانان افشار و فجر به مسافه هم رفتند که بیشتر از این را در گزارش عبیدالله انوری بیننده باشید. فوتسال رشته تازه به میدان رسیده اما بالا کماندان روزافزونش در افغانستان. این بازی گونه در دل علاقمندانش جا باز کرده که جوانان در این هوای سرد چنان با دلگرمی پا میزنند که حتی تماشاچیان را در جایشان میخکوب میکنند. نخستین بازی آغاز هفته سوم رقابت‌های لیگ زمستانی فوتسال در سالن ورزشی فوتسال مولا علی در غرب کابل برگزار شد. این رقابت‌ها از 3 هفته پیش با حضور 40 تیم آغاز شده است که به گفته مسئولان در پایان 8 تیم جواز حضور به لیگ برتر و نیز 8 تیم دیگر به لیگ الف فوتسال غرب کابل را به دست خواهند آورد. تورنمنت زمستانی ما خلاص شود، ما جام رمضان میه. جام رمضان ما خلاص شود، باز ما میریم به طرف شروع لیگ خود. سطح برگزاری این دور رقابت ها نسبت به دوره های پیش متفاوت تر عنوان می شود. قوانینی که در مسابقات جام جهانی، مسابقات آسیایی اونجا تطبیق می شه، دقیقا او قوانین با این مسابقات همخوانی داره. از سوی هم ورزشکاران رشد فوتسال را ایجاد باشگاه شخصی و نیز برگزاری بیشتر مسابقات این رشته نسبت به دیگر رشته های ورزشی در کشور می دانند. تمامش تاثیر همی تورنمنت ها و مسابقات هست که در مرکز و ولایت برگزار میشه. بسیار نقش عمده در زندگی همه جوان های افغانستان داره، خصوصا همی فوتبال. در چند سال اخیر بخش خصوصی افغانستان نقش برازنده ای را در رشد فوتسال در کشور ایفا کردند. صدها سالن ورزشی از سوی تاجران و علاقمندان به این رشته ورزشی در شهرهای مختلف کشور ساخته شده و هزاران جوان و نوجوان تا ساعت‌های پایانی شب می‌دوند و چرخ تازه برافتاده این رشته ورزشی را به گردش در می‌آورند. عبیدالله انوری، آریانا نیوز، کابل. وضعیت هوا. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 10. هرات نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 0. جلالآباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 1. و غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین منفی 15. ممنون از همراهیتان. تا درود دیگر، بدرود.